با سلام دوباره به شما بینندگان عزیز، عرض کنم که در این ساعت از برنامه من تصمیم گرفتم یک مؤسسه که سالیان سال بعد یک شرایط بسیار ایدئالی در لس آنجلس اسم در کرده، از عزیزانی که سهم بسیار زیادی در موفقیت این بیزینس دارن رو دعوت کردم که مهمان با من باشن. مهمان ما آقای دیوید ابراهیم پور هستن، سی بی اس آشنایی هستن، دارید باشون. سرکار خانم نهار ندا جان، خواهش میکنم سشات رو لطف کنید و عرض کنم که آقای فربود یکی از پارتنرهای آقای دیوید ابراهیم پور هستن. سلام به شما دیوید خانم، سلام نهار خانم، سلام فربود عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. میدونم یه غیبتی داشتیم ولی خیلی خیلی خوشحال هستم که با دست پر و خبرهای بسیار خوب دوباره در خدمت شما و بینندگان عزیزتون هستم. خانم نهال عزیز منیجر سی بی اس اتوبادیشاه هستم. سی بی اس اتوبادیشاه 40 و چند سال در زمینه صافکاری اتومبیل، تعمیرات اتومبیل مربوط به بعد از تصادفات نقش اساسی دارد. و اما آقای فربود عزیز، آقای فربود عزیز پارتنر آقای دیوید ویکتوری هستن، یعنی به این تیم اضافه شدن. من سوالم از آقای دیوید ابراهیم پور بپرسم که آقای دیوید خان شما بفرمایید که من گفتم 40 و چند سال، دقیقاً چند سال شما این اتوبادیشاه به سی بی اس رو تأسیس کرد؟ جناب سپر، من همینجوری که قبلا هم اعلام کرده بودیم، ما خدا رو شکر از سال 80 January of 1980 CBS رو شروع کردیم، بنده و یک دونه کارمند. و در همین لانکشین، در خیابون لانکشین، در همون سال 80 شروع کردیم با یکی از دوستان، با دو نفر اینجا شروع کردیم و همینطور که اطلاع دارین الان خدا رو شکر بالای 52 تا ایمپلوی ما داریم. بله، میگه 40 تا بود، خود 12 تا اضافه شده چون آگهی ها داره میگه 40 تا، ولی خب خدا رو شکر. این رمز موفقیت یه مؤسسه ای است که برای تکمیل کردن کادرش از متخصصین متعددی دعوت میکنه. آقای دیوید خان ابراهیم پور بفرمایید، با توجه به اینکه در مؤسسه شما تقسیم کار هست، مسئولیت شما چه هست؟ خدمت شما بگم که همینجوری که الان گفتم، من با یک نفر شروع کردم و خدا رو شکر پیشرفت ما انقدر سریع بوده که الان بعد از 43 سال که تو بیزنس هستیم واقعا کمبود وقت نمیارم جان سپرمن، و چیزی جز از دوستان خوب نبوده که تونسته منو موفق‌تر بکنه. بله. و همینطوری که شما اطلاع دارین، بنده کارم الان این شده که بیشتر دنبال اکانت های بزرگ میرم. بله. و با شرکت های بیمه، با منیجر های شرکت بیمه بیشتر در تماس هستم. بله. و یه مقداری کمبود وقت پیدا کرده بودم. بله. و همین این باعث شد که من بگردم و دوستان خوب آقای فربود خان عزیز رو باشون صحبت کردم، اتفاقی هم دیگر رو میت کردیم. بحبه. و واقعا از شخصیت و استعداد ایشون من خیلی خیلی خوشم اومد. بحبه. و ازشون درخواست کردم که اگه وقت دارن با ما همکاری بکنن. این با یه زمان خیلی کمی در هفته شروع شد که و الان خدا رو شکر ایشون تونستن فول تایم دارن با ما همکاری میکنن و یکی از دلایل موفق تری بودنمونم همین بوده. و بهتر از اون، همونجوری که شما اطلاع دارین، خانم نهال دوستان خوب، همکارای خیلی خوب من بودن که باعث موفقیت بیشتر ما شدن. و واقعا اینجا جا داره که بنده اعلام بکنم برای یه خانم ایرانی، دوست میدونی که ایرانی ها مخصوصا خانم ها دوست ندارن اینوال باشن با کارهای فنی. و من اینجا یک بار از ایشون واقعا تشکر میکنم که جاب بسیار 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 جالبی انجام میدن و خیلی باعث موفق، یکی از دلایل موفق تر بودن سی بی اس خانم نهال هستن.
و طوری که با مردم کنار میان و مردم رو راهنمایی میکنن و باورتون نمیشه بدون ایشون این کار. حالا من اجازه بدین دیوی خان به صحبت های شما اضافه کنم. خب ببینید، کار تکنیکی، کار فنی، همونطور که دیوید خان اشاره کردن، کار ساده ای نیست. ولی یک بانو، یک خانومی که واقعا نهایت خونسردی و نهایت صبر و حوصله رو در یک محیطی داره که هم باید با مشتریان در تماس باشه، هم با کادر فنی، با اشاره کردن در حدود 50 نفر هستن که مسئولیت مدیریت اینها به عهده خانم نهال است. خانم نهال عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه تاک شو. بفرمایید که قبل از اینکه فر با جامعه با شما صحبت کنم، با توجه به اینکه ایشون یه خانم هستن، من این سوال رو بکنم، نقش شما در سی بی اس چیه و چند سال در سی بی اس فعالیت دارید؟ به خصوص که آقای دیوید هم گفتن یکی از رموز موفقیت سی بی اس علاوه بر اینکه کادر اصلی اونجا هست، یکی از دلایل درخشش شما هست. ایشون که لطف دارن، من امسال فکر کنم 11 ساله در خدمت آقای دیوید هستم و فربا جان. راستش از ثانیه‌ای که کاستومر وارد آفیس میشه، من سعی میکنم خودم مستقیم، من تا جایی که ممکنه، خب یه مقدار مشکله به خاطر اینکه مشتری ها خیلی لطف دارن و مشتری هستن که خب 40 سال با دیوید در ارتباط بودن، همشون برمیگردن، به خاطر همین مشکل با همشون. ولی سعی میکنم تا جایی که میشه خودم از لحظه که وارد میشن باهاشون همراهی کنم، تا حتی موقعی که میخوان کلیمشون رو به اینشورنس ریپورت بدن، تا موقعی که میخوان پیپر ورکشون رو انجام بدن، رنتالشون رو بگیرن و تشریف ببرن. یکی از دلایلی که من فکر میکنم کار من رو متمایز میکنه با بقیه کسایی که بادی شاپ ران میکنن، اینکه خب متاسفانه خانوما همونجوری که گفتین زیاد علاقه به این کار ندارن. منم همچین نداشتم راستش. اول واقعا تشخیص دادن ماشین هوندا، تویوتا برای من هم سخت بود، سالی که شروع کردم. ولی ایونچولی با گایدنس هایی که آقای دیوید داشتن و حتی قبل از اون جای دیگه کار میکردم، با اشتدش که علاقه من بشم، بالاخره من با 50 تا مرد کار میکنم. این قضیه یه ذره قضیه رو مشکل میکنه، ولی دوست دارم. با عشق پا میشم هر روز صبح میرم سر کار، با گریه میرم بیرون. ولی مشکله. نه جان، اشاره کردن، حرف خوبی زدن، گفتن که بسیاری از مشتریان دوست میدونن وقتی تلفن رو بربدنن بگن دیوید دیوید. نه، واقعا همونطور که آقای دیوید اشاره کردن، شرایط کاری ایشون و مسئولیت های ایشون به گونه ای هستش که نمیتونن تمام وقت رو در بادی شاپ باشن، این دو بادی شاپ باشن. ایشون اشاره کردن از یک تیم جدید، از یک پارتنر جدید به نام فربود استفاده کنن. و باز هم خدمتتون عرض میکنم، مواقعی که موردی پیش میاد، به هر حال نهال خانوم هم جای دیوید هست هم جای فربود. فربود جان خیلی خوش آمدی به برنامه تاکشو. ممنون از لطفتون. سلام میکنم خدمت همه بیوندگان عزیزتون. تشکر میکنم از آقای ابراهیم پور. اولا که ما اگه در شاپ چیزی رو میچرخونیم یا به کاری انجام میدیم، همش با تا اپورتونیتی که جناب ابراهیم پور به ما دادن و تونسته این کار رو، هر چقدر شما نالجش رو داشته باشیم، چیزی رو نمیشه، اکسپریانس رو نمیشه، تجربه رو نمیشه خرید. جناب ابراهیم پور، خیلی جاها گیر میکنیم که احتیاج آقای ابراهیم پور اون مسئله رو با تجربه‌ای که دارن تا این سالیان زیاد با کوچکترین راه حلایی که ما میدن، خب مسئله خیلی جلوتر میفته. اصلا نمیشه نقش بزرگ آقای ابراهیم پور رو نادیده گرفت. نهال جانم که واقعا سخته. جاب سپربن، کسی که تصادف میکنه میاد تو آفیس، اتفاق خوشایندی براش نیفتاده. اینکه چجوری بتونی منیجش کنی، چجوری بتونی ماجرا رو خوب براش پیش ببری، که حتی موقعی که داره چیزی رو ریپورت میکنه، بخوام میگیم خیلی وقت اول بذارین ما کمکتون میکنیم که ریپورت درست انجام بشه، چون مخصوصا با سختگیریهای الانی که اتفاق افتاده در سطح شرکت های بیمه، باید ریپورت خیلی درست و صحیح انجام بشه. خب نهال جان این بارو به دوش میکشه، تمام مسئولانی که چجوری مشتری رو هندل کنه، آروم کنه شرایط رو، یا از سر صحنه تصادف چجوری با آرامش تمام ماشین رو بیارن کار رو انجام بدن، خیلی مهمه. به جز اونا هم که خب بیشتر من الان تو قسمت تکنولوژی شاپ دارم. همین میخواستم از شما خواهش کنم، با توجه به اینکه من یکی دو بار اومدم خدمتتون، دیدم یک دستگاه جدیدی، تکنولوژی جدیدی در سی بی اس اتو بادی شاپ
تأسیس شده. اگر بفرمایید در اونجا چه تمایزی به نسبت چند ماه قبل یا پیدا کرده خیلی خوشحال میشم. جناب سپروند عزیز، به دلیل اینکه ماشینای جدید برقی هستن، مثلا مدل ساختاری ماشین روی سیم ماشینای آلومینیومی برقی تغییر کرده دیگه، خیلی از لوازم قبلی که شاپای دیگه دارن، خب این اینوستمنت بزرگیه که ما شاپ ما انجام داده، سی بی اس انجام داده، این فریم ماشینای جدید، اسپات ولدر، ولدرای جدید برای آلومینیوم گرفته و تمام هزینه‌ای که ما کردیم که تمام کارگران و استاف ما ترین بشن برن مثلا فکتوری‌های بزرگ، فکتوری بنز، فکتوری این و فکتوری اون، که ترین بشن بتونن با اون ماشین درست رفتار بکنن که شما می‌خواید یه وقت مثلا ماشینتون رو بفروشین یا لیستتون رو برگردونین، موقع برگردوندن لیست یا فروختش به مشکل بر نخورید، چون خیلی مهمه که با وسایل درستی تا این ماشینا درست بشه و با تکنیک درستی، فقط هم وسیله نیست. بیشتر من تو اون خطه که چجوری تکنولوژی، بچه‌ها آپ تو دیت بودن تیم نسبت به تکنولوژی بیشتر فوکس کردم. بسیار عالی. دیوید جان قبل از اینکه من سوال دیگه ای از شما بپرسم، الانم میگم سوالم که میخوام چی، رمز موفقیت شما در طی این، الان سوال رو نکنید چون میخوام از جوابو ندین، اجازه بدین که من از اینه شما به یاد داشته باشین که من سوالم از ذهنم نره، که رمز موفقیتتون ازتون میخواستم بپرسم. نهان جان اگر فرض بفرمایید کسی خدای ناخواسته تصادف بکنه چیکار بکنه در این لحظه، چیکار باید بکنه به نظر شما؟ باید اولین تماسشون ما باشه، یعنی بنقشید اول. بعضیا توصیه میکنن که اولین تماس با بیمه باشه. اصلا به هیچ عنوان، من توصیه میکنم به هیچ عنوان با بیمه تماس نگیرین. اولین ریپورتی که شما به بیمه میدین مهمترین قسمت قضیه است. همونجور که میدونین تمام تلفن ها ضبط میشه و کوچکترین اشتباهی که بکنین به ضررتونه. اولین تلفنتون رو به ما بزنین، 99% مواقع من خودم با مشتری یعنی خودم حرف میزنم. با اینکه فارسی زبان زیاد داریم، ولی من سعی میکنم خودم حرف بزنم که این خصوصا این قسمتی که میخوان به بیمه ریپورت بدن من کمکشون کنم. چون ببینین جناب سپروند، به یه 30 ثانیه اشتباه وصلی، بله اون 30 ثانیه شما رو میندازه اتفاق برای تصادف و میره تو رکوردتون و تا سالها درگیر این قضیه خواهید. به خاطر همین 100% اولین تماستون با ما باشه، قبل از اینکه حتی به وکیلتون زنگ بزنین، حتی اگه میخواین به بیمه زنگ بزنین، اگر هم خواستین یه جایی که وکیل بگیرین، لطف کنین قبل از اینکه با وکیل تماس بگیرین با ما تماس بگیرین، چون وکیل در مورد اینکه تصادف چجوری اتفاق افتاده وکالتشون برای بادل اینجریه نه برای تصادفشون. قسمت تصادف درسته که وکیلای ما کمک میکنن، ولی در اصل وکیلا نه هیچ پولی روی اون قضیه میسازن، فقط از فیور انجام میدن اون قضیه رو. پس تماس با ما 100% به نفعتونه برای اولین کانتکت. بسیار توصیه خوب، خیلی من چیزی نمیدونستم تا حالا به این صورت که واقعا اگر دوستی از بیننده تصادف کرد به جای اینکه به وکیل زنگ بزنه اول با شما اشاره کردین، تمام این مکالمات ضبط میشه و اشاره کردین، چقدر دکتر قشنگ بشه با 30 ثانیه اختلاف اون روند کار شما از حالت عادی خودش به یک مرحله بنبست میخوره. بنابراین پس اولین تصادف، خدا نکنه اگر تصادف کردین، اولین تلفنی که شما میوازید تماس بگیرید به سی بی اس اتوبان شابه. اجازه بدین جناب سروان من یه مقدار دیگه بهش اضافه بکنم. دوستان حتما متوجه شدن تازگی وقتی به ما زنگ میزنن و بهمون میگن چه اتفاقی افتاده، یا من یا نهارخانم یا آقای فربود، مردم رو کانوینس میکنیم که حتی به شرکت بیمهشون ریپورت نکنن و اگر میتونن افورد بکنن که این دمیج رو از جیب شخصی خودشون تکر بکنن، این کار انجام بدن. ببخشید یه خود قانونی صحبت کردین، یکی هم بیشتر میتونین توضیح بدین؟ بله ببینیم الان شما اشاره فرمودین که حتی به تماس نگیرن. بله ببینید چرا میگیم که به ما زنگ بزنین. یه موقع وقتی به ما زنگ میزنن و میگن چه اتفاقی افتاده، من اینو سبک سنگین میکنم و با این وضع جدیدی که پیش اومده با شرکت‌های بیمه، همونطور که اطلاع دارین اکثر شرکت‌های بیمه دارن از کالیفرنیا میرن بیرون. بله بله بله. و به هر دلیلی میتونن شما رو خیلی خیلی راحت دراپ بکنن و اگه شما رو دراپ بکنن بیمه بعدی با قیمت‌های کذاب و دو برابر سه برابر به شما بیمه خواهد. و من واقعا ببینم که به صلاح مشتری نیست و نباید اینو به شرکت
بیمه ریپورت بکنه، برایشون دلایل میارن، دلایل مختلف میارن که چرا نباید ریپورت بشه. و باورتون نمیشه جناب سرور من که چقدر این به دوستان از نظر وقتی و مالی کمک کرده. میگم همه پوش میکنن که برو سراغ بیمه، ولی ما واقعا الان از من داشتیم میپرسیدین که دلیل موفقیت ما چیه. ما واقعا حد صحبتی که با نهال خانم بوده و با آقای فربود بوده، آنست بودن با مردمه و مردم واقعا اینو خودشون فیل میکنن وقتی که ببینن که فقط به خاطر استفاده شخصی شما به اینا اینفورمیشن نمیدین، دفعه دیگه هرچی باشه به شما گوش میکنن و میان. و یکی از دلایل موفقیت ما تو این 40 سال این بوده که با مردم درست تهی کردیم، با مردم درست کنار اومدیم و خدا رو شکر الان داریم نتیجهشو میبینیم. بله، البته اینی که شما داری میگین با مردم درست کار کردیم به خاطر سرویس و اون خدماتی که ارائه دادی، افتر مارکت نیست و با مردم آنست بودین، این یکی از دلایل موفقیت شما میتونه باشه. در حال در طی این 41 سال CBS واقعا خودشو نشون داده و من از نهال عزیز خواهش میکنم یکی از اون پروموشن هایی که حالت تکنیکی داره که بتونیم از اطلاعات فرهاد عزیز استفاده کنیم که چه تجهیزاتی در CBS اتوبادی شاپ در دو کارگاه در واقع در دو بادی شاپ در کنار هم هستن که اونو پخش کنن تا ببینیم وای فرهاد خان. بسیار مجهز، بسیار مجهز. ولی میخوام این دستگاه ها هر کدومشون زوایای خاصی رو داره. حقیقتا اینکه از همون دستگاهی که تو تصویر دیدین، اون فریم ماشین جدیدی که ساخته شده و کیت گرونی که همراهش خریدیم، برای تمامی ماشینا پینای خاصی زیر استراکچر ماشین تعبیه شده که ما تمام اون پینا، تمام ماشینا رو خریدیم که اگر تصادف شما ضربه فریم دیده باشه، یعنی بدنه اصلی ضربه دیده باشه، ما اون رو زیر ماشین قرار بدیم، میکشور میکنیم که ماشین شما در راستای درستی ساب شده باشه، درست پول شده باشه. متوجه هم میشین چون این خیلی وقتا خیلی غیر فنی ماشین رو با چشمی میکشن، اندازه‌گیری درستی نره میجن، بعدن آسیب هم از نظر فروشش هم میتنش، هم بعدن خدای نکرده دوباره دوچار یه تصادف دیگه میشن بابت اینکه ماشین درست ساب نشده. یکی دیگه از تکنولوژی که نشون دادین رنگ خوبیه که جدید سرتیفاید تمامی برندا هستش که اضافه تر و گرونتره که ما برای شاپ تعبیه دیدیم، ولی خب 100% رنگ اپروو با همه منیفکتوره مهم. بسیار ممنون، بسیار. این در هر دو کارگاه این تجهیزات هست. اگه لازم باشه آیا اتومبیلی ممکنه در یک کارگاه
ارائه بشه به کارگاهی دیگه برای تعمیرش؟ بله، ولی به شلوغی و خالی بودن سر بادیمن و پینترش ربط داره، نه بابت تکنولوژی. تکنولوژی در هر دو شاپ یکسان هست. نه حال کنم بفهمی کسانی که تصادف میکنن، فرد بفهمی یه دوستی هستش مثلا لانگ بیچه یا وسلیک یا نمیدونم لس آنجلس یا بعدیه، اگر احیانا تصادف کنن توصیه شما چیه؟ حالا ممکنه ساعت 8 شب باشه، ممکنه ساعت 10 شب باشه، آیا شما توینگ سرویس رایگان دارین؟ آیا مسافرها رو شما، کسانی که دچار حادثه یا تصادفی شدن، تصادف، آیا اتومبیل رو میرین پیکاپ میکنین، اتومبیل رو بهشون تحویل میدین، اینا بعد بیان کارگاه چیکار باید بکنن؟ ببینین در هر ثانیه شبانه روز اگه تماس بگیرن، شماره موبایل هم دیوید بازه هم فرگو جان، هر دو شماره باز هستش در هر ساعتی از شبانه روز. یعنی این شماره تلفنی که الان 765300 بعد از ساعت 6 فوروارد میشه به گوشی دیوید و گوشی فرگو. توینگ 24 ساعته وجود داره، ما 3-4 تا کمپانی داریم که همیشه در دسترسن. هر جا، من همیشه به دوستان میگم anywhere in southern california، توی جنوب کالیفرنیا هر جایی تصادف کنین، ما سعی میکنیم خودمون رو کمتر از چند ساعت بهتون برسونیم. جدیدن ما یه پارتنری داریم به اسم میدوی رنتال. تا قبل از کووید خیلی راحت بود ماشین بردن و آوردن. زمانی که کووید اتفاق افتاد متاسفانه همه رنتال کمپانیا این قضیه‌ای که به جای ما ماشین رو ببرن و به مشتری بدن هر جا که هستن رو قطع کردن. یه چند ماهی هست با سعی تلاش عزیزان با میدوی پارتنر شدیم. در هر جا باشن میدوی با یه تلفن اینفورمیشنشون رو میگیره، رنتال دم خونه، محل کارشون، حتی اگه الان من میخوام آرایشگاه باشم مثلا از آرایشگاه تکون نخورم، میان ماشین رو همونجا کلید رو تحویل میدن میرن. بله، در هر جایی باشین ماشین رو بهتون میرسونن. پس دیگه نیازی نیست من بیام اصلا احتیاج نیست شما تشریف بیارین، حتی ما خودمونم پیپر ورکمون رو احتیاج نیست که توی شاپ تشریف داشته باشین. تو وبسایت های متفاوتی هستن که ازشون استفاده میکنیم، ای سیگنیچر میفرستیم روی لپتاپتون، رو تبلتتون، رو موبایلتون، حتی هر جا هستین میتونین امضا کنین، پس بفرستین، احتیاج هم نیست تشریف بیارین. بعد خیلی عالی، خیلی جا من نوتیس کردم که داشتم میومدم تو پارکینگ، نمیدونم شما و آقای فربود نوتیس کردین یا نه، چرا سفر من دوباره تصادف کردم بغل بامپر عقب شما. من تو پیاده شدم اولین چیزی بود که گفت ایشون لست دارم. جواب سپروانی، نکته دیگه ای هم که هست، خواهشان عزیزان سر صحنه تصادف هر کسی که اومد بهشون گفت ماشینو من مجانی برات بردارم یا میخوای همین الان یه دقیقه بردارم، خواهش میکنم سر صحنه تصادف به کسی که غریب است نمیشناسین اجازه ندین که ماشینتون رو بردارن هیچ عنوان. نه، اگر فرضاً با توجه به توضیحاتی که نهال داد، ما هماهنگ میکنیم. یه وقتا یک سری کسا هستن میان اونجا بی خودی ماشین شما رو میخوان تو کنن ببرن، سوء استفاده هایی از شما و جیب شما پیش میاد که به نفع مشتری نیست. بله، ببینید میگم که یک ظرافت هایی داره این کار و همونطور که دوستان به صورت فنی و خیلی راحت دارن بازگو میکنن، باید ما حواسمون در از هر نظر جمع باشه که یک کمپانی، یک کمپانی میاد به نام CBS میاد تمام خدمات رو برای ما فراهم میاره، اهم از اینکه اتومبیل ما تصادف کنه نیازی نداریم به شاپ بریم و همونجا انجام میدن. اگر خدایی نکرده این تصادف به اصطلاح تصادف بدنی هم داشته باشه، اونجا چیکار باید کرد؟ که به قولی نباید شما اشاره کردید. نه، شما میخواین جواب بدید یه مرد. نه، خواهش میکنم، بزرگترین بفرمایید. ببینین وقتی که دمیجای بدنی باشه، پی آی پرسونال اینجوری باشه، اکثر مواقع پلیس دیپارتمان میرسونه خودش اونجا و اون شخص رو به بیمارستان میبرن. بله، و ما از کاری که میخوایم از دوستان عزیز، اگه حالشون خوب هست فقط به ما بگن که کجا اتفاق افتاده و ماشین رو ریلیس بکنن، دیگه بقیه کارا رو ما خودمون انجام میدیم. واقعا نهال خانم خیلی خیلی اونجا زحمت میکشه، من دیدم در روز حداقل 4-5 ساعتشون وقتشون رو که به دوستان زنگ بزنن ببینن ماشینشون تو کدوم پلیس دیپارتمان یا کدوم منطقه است. خیلی موقع تصادف شدید هست، دوستان نمیدونن که اصلا ماشینشون کجا هست، که ایشون واقعا با یه پروفشنالی زنگ میزنن ماشین رو پیدا میکنن و تو میکنن CBS. خیلی جالبه.
برنامه‌های آینده تکنیکی چیه؟ تکنولوژی آقای فرهاد عادل؟ ما دیگه الان که با لطف آقای ابراهیم‌پور تمامی بیمه‌ها رو ما کاور هستیم، تمام ماشینا. ما الان بیشتر به روزرسانی تمام کارگرا هزینه‌های خیلی سنگینی انجام می‌دیم که متخصص اون برنچن. الان ما همه ماشینا رو درست می‌کنیم، همه ماشینا به طور حرفه‌ای درست میشه، ولی تخصصی مثل اینکه دکتر عمومی هم میتونه تشخیص بده که شما بره. مشکل سر دارید، ولی اینکه جا مغز و اعصاب دقیق برین به شما تشخیص دقیق بده، خب تفاوت است. ما هزینه خیلی سنگینی میکنیم، بادیمنا و نقاشا و استیمیتورامون رو میفرستیم به محل فکتوریا، اونجا ترین میشن، مثلا 3 هفته تو تگزاسن با کل تیم اون کمپانی وقت میگذرونن، یا میرن مانیفکتورشون مثلا جرمنی وقت میگذرونن، دقیق ترین میشن برمیگردن. خب این دیگه یک لول دیگه ای هست. حتی خود دیلرشیپ هم نمیتونه ماشین اونا هم اگر حتی بخوان درست بکنن بعد ماشین رو بفرستن شاپی مثل ماها که ماشین رو، چون دیلرشیپ هم به اندازه کافی نالج نداره که بتونه حتی ماشین رو دست بزن، حتی سرویس خود دیلرشیپ مجبورن از ما خواهش میکنن ماشین رو بفرستن اونجا که ما براشون. که متخصصی تو میفرستن به آلمان یا اشاره فرمودین ژاپن هم در داخل آمریکاست، داخل استیت های مختلف، بله، و حتی میفرستن برای تعلیم، به خاطر اینکه اتومبیل شما خدای نکرده وقتی تصادف شد عین روز اول تعمیرتون میدن با توجه به تکنولوژی ها و دستگاه های تجهیزاتی که دارن استفاده میکنن در این مورد. خب اجازه بدیم بریم به یه قسمت دیگه از پروموشن مربوط به فضای تکنیکی CBS نگاهی داشته باشیم و برمیگردیم صحبتمون رو با این دوستان ادامه میدیم. کادر اداری مجهزی هم داریم، غیر از اینکه نهال خانم واقعا بار سنگینی بر دوششون هست، میبینم که بسیاری از پرسنل شما در آفیس هم در فرونت هم به قول معروف فعال هستن. خب من یه سوالی دارم، معمولا عزیزانی که احیانا تصادف میکنن چه انتظاراتی از شما دارن؟ چه انتظاری دارن؟ مثلا اگر فرد به تمام اونور اتومبیلشون زدگی داره میگن آقا این برام برام درست کن، همچین مواردی پیش میاد؟ اگه یه همچین مواردی پیش بیاد واکنش شما چیه؟ چرا سکوت کردی؟ من مثلا بگم اجازه بدین من توضیح بدم، گفتم من همه تون میخوندیم بفرمایید تو قسمت خانم امینی. ببین بهترین قسمت بادشاه مشتریش، بله درست، نه. همیشه ما میگیم چی؟ کاستمر سرویس اولین حرف رو باید بزنه دیگه، زنده باشه، و مشتری همیشه درست میگه، زنده باشه. با همه اینا یه جاهایی پیش میاد که من فیوزم میسوزه، یه جاهایی واقعا میشه یه سری کارا رو انجام داد و ما از خدامون انجام بدیم، چون وقتی ماشین از در شرکت میره بیرون مثل عروسک میره بیرون، به جای اینکه دو طرفش دمج داشته یه طرفش درست شده باشه. من همیشه خودم توصیه میکنم که کسانی که ماشینشون پیش ماست اگر دمیجی دارن که به چشم میاد و ماشین رو قیافش رو درست نشون نمیده درست بکنن،
به دو دلیل. بله. تا میره تو اتاق رنگ، بله، اون طرفش رنگ میشه میاد بیرون. یعنی مجبور نیستیم دوباره کاری بکنیم و ایشون مجبور نیست 10 روز اضافه تر یا 5 روز اضافه تر ماشین رو بذاره بالاش. بله. همون زمانی که دست راست ماشین درست میشه، دست چپش هم درست میشه. این خیلی هم برای ما راحته، هم برای مشتری راحته. بله. یه مواقعی هست از 100 تا شاید یه دونه. بله. که انتظار مشتری خیلی بالاتر از چیزیه که ریالیتی میشه، باید بتونیم انجامش بدیم دیگه. بله درسته. یه ماشینی که میاد که مال مثلا 20 سال پیشه و تمام ماشین بعد رنگ شده و یه پنل خورده و مشتری میخواد تمام ماشین رو رنگ کنه با اون یه پنل، یه ذره برای ما مشکل ساز. کاملا درسته. بله. اگر بدونین که پول رنگ چقدر بالاست. بله. و چقدر در ماه خرج رنگ و متریال. اونم تکنولوژی که شما تکنولوژی که سرتیفاید هست برای تمام ماشین. ببینید اگر الان لامبورگینی بیاد، من با همین رنگ رنگ میکنم. بله. چون سرتیفاید لامبورگینیه و نامبراش مشخصه. بله. اگر پورش بیاد، من با همین رنگ ماشین، با همین دستگاه رنگش میکنم. بله. پس بنابراین بعد این بالانس رو بتونم یه جایی، متاسفانه بعضی وقت نمیشه، از بزرگان کمک میگیرم، خیلی سخته بعضی وقتا. بله. هپی کردن مشتری. بله. کار آسونی نیست، خصوصا من فکر میکنم بعد از کووید این قضیه یه ذره سنگین تر شده. بله. خیلی قبلا به نظر من راحت تر بود، الان انتظارا خیلی بیشتره. ما تا جایی که میتونیم واقعا سعیمون رو میکنیم. بله. بعضی وقتا من نمیتونم واقعا، یا یه حدی من بالاخره منیجمنتم اونرشیپ ندارم، بنابراین مجبورم کمک بگیرم و دوستان لطف میکنن کمک میکنن. به هر حال یکی از دلایل موفقیت سی بی اس همین مردم داریه. بله. همین با مردم کنار اومده. ولی البته یادمونم باشه اگر فرض بفرمایید یه مواردی هست که انتظار بیشتری دارن، اگر برن یه مؤسسه یه امریکایی، به هر حال شما کارتون بله. با تمام اتومبیلا هست. بله. الان میتونه فرق بفهمه وقتی میام پیش شما یه امریکایی میاد با انگلیسی باید صحبت میکنی. بله. ولی این اگر ما هم زبان شدیم، نباید انتظارتون غیر از واقعا یه انتظاراتی باشه در حد معقول و منطقی و لاجیک باشه. بله. و یکی از دلایلی که هم میشه این سی بی اس اوتو بادی شا سعی کرده مشتریشو همونطور که نهال اشاره کرد راضی از اون، مثل عروس اشاره کردن، از اون کارگاه بره بیرون. نهایت تلاش دارن میکنن که شما عزیزان هپی باشید. به هر حال توضیح دادن اگر احیانا اتومبیل شما در هر ساعت شبانه روز در هر نقطه، آیا من میتونم بگم هر نقطه جنوب کالیفرنیا؟ بله بله. در هر نقطه جنوب من از لاس وگاس ماشین میارم، من از نوادا کاستومر دارم. مشتری هستن که حتی موو کردن آتا بسته و من هنوز ماشینشون رو پیکاپ میکنم. بسیار. پس همونطور که نهال اشاره کرد و دوستان دیگه، آقای فربود و آقای دیوید اشاره کرد، در هر نقطه از جنوب کالیفرنیا شما باشین، اتومبیلتون رو براتون کری میکنه، احتیاج نیست به کارگاه برید، تمام کار از الف تا یه ای تو زی رو براتون انجام میدن، از نظر تماس با میبه. اشاره کردن هم نهال هم فربود هم آقای دیوید ابراهیم پور که اجازه بدین که اولین تماستون با این عزیزان باشه. اگر شما با مستقیما با بیمه تماس بگیرید، اشاره کردن دوباره منم میگم صداتون ضبط میشه، بنابراین کوچکترین اشتباه اون کیس شما رو به هم میزه. دیگه چه گفتاری دارین جناب آقای دیوید خانم ابراهیم؟ خدا رو شکر تو این 43 ساله به خاطر آنست بودن با مردم، الان مردم به ما خدا رو شکر خیلی خیلی اطمینان دارن و واقعا جام سپرمن چیزی که بهشون میگیم گوش میکنن. بله. و این خیلی برای خود بنده هم جالبه. و اصلا نگاه کن تو این دور زمانه من الان به این کارا کار ندارم. گل ما سی بی اس آتو بادی اینه که این ماشین درست از اینجا بیرون بره. بله. الان شما میدونی که اکثر ماشینایی که الان ما باشون داریم دیل میکنیم لیسه. این ماشین مال خود شما نیست، اینو باید بعد از 2 سال یا 3 سال باید بریم پس بدیم و باید این ماشین درست شده باشه. و این اینداستری بادی شاپ کاملا فرق کرده، ماشینای دیگه هستن و اگر ندونی روی ماشینا داریم چی کار میکنیم، هم باعث دردسر خودتون و هم کاستومر عزیز میشه. با. و میگم خدا رو شکر ما تونستیم خیلی خیلی این که از اون رمزهای موفقیت نیست که فرگو جان، تفاوت این اتومبیل های آلمینی، اتومبیل های معمولی که هستیم با اتومبیل های الکترونیکی تا چقدر این
بعد از تصادفات باید حساسیت روش داشته باشیم. البته شما هنوز اتومبیل های برقی رو که دارید استفاده میکنه، اتومبیل های معمولی رو هم که غیر از برقی هم بعده. جناب سروان، یکی از مسائلی که هست راجبه حال اینکه باید ماشین شارژ نگه دارن، شاپ های دیگه که میرن استیشن ندارن، چون استیشن ها گرون، ما استیشن شارژ داریم، ماشین مینوایلی که داره درست میشه ماشین تو شارژه، چون این باتری های ماشینا خیلی سنسیتیوه، اگه باتریش به مدت مثلا 3 هفته که تو بود، 2 هفته که تو بادی شاپه شارژ مینتین نشه، باتری خراب شده، عملا ماشین از کار افتاده، چون تمام گرونی های ماشینا به باتریشونه. و اگر درست دستگاه‌های درست، تجهیزات درست نشه باشین برای نگهداریشون، این یکی از مسائلشه. دومی، خیلی از تصادفات احتیاج داره باتری دیتچ بشه، بعد ماشین درست شه، بعد باتری بشه. این نیازمند دستگاه‌های هوشمند، دستگاه های جدید است. بخاطر همین هر کسی نمیتونه دست بزنه، هر کسی نمیتونه اینا رو درست بکنه. بله بسیار. و واقعا میگم که یک نیروی جوان و آگاه و مطلع و با علم روز سر و کار داشتن در این CBS Auto Body Shop نهایت تلاش داره میکنه، میخوان همه شما راضی باشین. در این 41 سال دیوید ثابت کرده، فرمودم که به این جمع اضافه شده، همیار پارتنر دیوید عزیز، گل سرسبد هم که خانم نهال عزیزه، و نهایت کوشش رو دارن برای شما به کار میبرن که شما راضی باشه. بنابراین بهشون اطمینان که طی 41 سال رو داشتین همچنان ادامه بدین، و این قطعات بعضی افتر مارکت استفاده میکنن. این توضیح هم راجع به این قضیه بدین خیلی ممنون میشم، هم شما هم هرچه تویتون راجع به این اجازه بدید فربود این سوال جواب بده. و من از فربود جان خواهش میکنم که اون پرابلمی هم که با باتری های جدید مرسدس هست اونم یه اشارهی بکنیم که مردم بیشتر آشنایی داشته باشن. مسئله پارت ها، ما نمیتونیم پارت های افتر مارکت یا پارت های متفرقه استفاده بکنیم، بخواد اینکه ما طبقه همون گفته که سرتیفایده تمامی این برند ها هستیم، مجبور هستیم که اصلش رو، یعنی از خود فکتوری براشون خریداری بکنیم و اوریجینالش رو مصرف بکنیم. بله. برای اینکه ماشین باید طبق گایدلاین خود اون فکتوری درست بشه. حتی رنگ هم که جناب ابراهیم پور یا خانم نهال توضیح دادن که رنگ لامبورگینی ما میزنیم، بله، چون ما گرونترین رنگ استفاده میکنیم و سیستم هوشمند نصب کردیم، یعنی ما نوع ماشین شما رنگ و وین نامبر شما رو میزنیم، اون خودش کد رنگی رو به ما میده. واه. رنگ ساخته میشه و رنگ درست رو به ماشین شما میزنیم. واه. یه نفر همینجوری نشه CSA رنگ رو بریزه هم درسته، بزنه درسته. ببینه چه جوری به اون رنگ میرسه. بخاطر همین ماشین شما چند رنگ در نمیاد، ماشین یک دسته. آیه ابراهیم پور هم که عرض کردن راجع به اکثر این ماشینای برقی، یک پایرن فیوزی در این ماشینای برقی وجود داره که تو تصادف شدید یا تصادفی که دمیج داره، اصولا خیلی شرکت‌های بیمه جدیدن مثلا چند تا اتفاق افتاده که کریس اصلا بعد اینکه تا ماشین درست کردن پایرن فیوز این ماشین درست چک نشد، اما شده ماشین رو توتال کنن و این دوباره به ضرر مشتری تموم شده به خاطر ناگاه بودن بادی شاپ. و ما این کار رو انجام میدیم هر دفعه که ماشین برقی تصادف میکنه، اولین کاری که انجام میدیم میفرستیم اون سرویس، خود دیلر اون پایرن فیوز رو چک میکنه، بعد کار رو شروع میکنیم. بله، ما در این 2 دقیقه شما چه توضیح دارید نهار خانم؟ بله، خیلی بهتون تبریک میگم، به عنوان یک بانو، به عنوان یک زن چقدر نقش اساسی داره در این کارگاه، در دو مؤسسه CBS Auto Body Shop. واقعا بهتون تبریک میگم، بار سنگینی بر دوش شماست. خودم صبح خندان میان، شب گریه میرم. یا آقای سفرمن، یکی باید کار کنه، اینه که کار نمیکنه. یه چیز من باید واقعا اینجا بازم بهشون کردیت بدم، با دوستان کارمندی که ما کار میکنیم اصولا یه آدم های تافی هستن. بله. و این نهال خانم انقدر با صبر و حوصله با تموم، بله، شاهد بودم، یکی به یکی اینا دیل میکنن که واقعا تموم این کارمندان عزیز عاشق ایشون هستن. خیلی ها، 50 تا مرد با یک زن، واقعا بهتون تبریک. و اینی که شما گفتیم، من واقعا با توجه به اینکه وقت برنامه داره تموم میشه انشالله، ندا جانم آگهی CBS آماده کردم، و اون اینه که وقتی بعضی وقتا من دارم درایو میکنم میبینم فرد بفرمایید طرف مقابل داره ترمز میزنه، چراغای راهنما روشن میشه. یعنی این چیزهای الکتریکی هم خیلی
مهمه، یا فرد بفرمایید داره سیگنال میزنه چراغ ترمز روشن میشه. اینها همون نکاتی هستش که واقعا یه بادی شاپ میتونه رعایت کنه که وقتی اگر احیانا پشت به شما زدن، این اتفاقات بارها من توی فریوی یا خیابون رانندگی میکنم میبینم که معلومه که بادی شاپ اشتباه الکتریکش بوده. خب شما سوال دیگه ندارید؟ نه، خیلی خیلی خوشحال شدیم، انشالله دفعه دیگه که در خدمتون هستیم با اینفورمیشن خیلی خیلی بیشتر از این. والا تمام اینفورمیشن ها رو که شما دادید، فقط تعداد مزایک ها رو اونجا حالا انشالله که فکر نکنیم که داریم از خودمون تعریف میکنیم، و واقعا برنامه‌ای که سی بی اس در رادیو و تلویزیون داشته به عنوان یکی از most informative برنامه های رادیو شناخته شده. برنامه های رادیویی تلویزیونی؟ رادیویی. تلویزیونی هم هسته چنانی که شما در اینجا هست. آها، امریکایی رو داریم میفهمیم. بله، حق با شما، حق با شما. بابا خیلی ممنونم. خیلی ممنونم فربو جان. به همه دوستان سلام برسونید. خیلی تشکر براتون بهترین شما. خیلی خوشحال شدم. ساعت‌های بسیار خوبی و مشتریان بسیار خوب و خوب. خانم آقایون، این بود برنامه تاک شو امروز. تا هفته دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. CBS اتوبادیشن بهره‌گیری از فناوری روز، مدرن‌ترین دستگاه‌های خاص تصادف اتومبیل، تعویض و تعمیر اتومبیل‌های تصادفی اعم از برقی و بنزینی، بهره‌گیری از 50 کارگر متخصص با 40 سال سابقه درخشان، ارتباط مستقیم با کلیه کمپانی‌های بیمه، تورینگ 24 ساعته رایگان و ده ها خدمات مربوط به تصادفات را به ما بسپارید. CBS اوتو بادی شاپ، 6729 لانکشن بولوار، نورث هالیوود، 818 765 5320.